بله، همه از دیدن گلها لذت میبرن و بخصوص اگر این امکانات وجود داشته باشه که این گلها را شما بتونین در داخل خانه نگهداری کنین و بهترین انتخاب این رقم گلها گلهای زینتی است که شما میتونین در داخل فضای خانه نگهداری کنین. اما این که چطور از این گلها مراقبت کنین، این بحث بسیار مهمی است که شما باید نحو نگهداری از این گلها را بدانین. امروز ما صحبتهایی میداشته باشیم با آقای فردین فروتن، رئیس اتحادیه گلفروشان شهر کابل، و آقای محمد یما نبیزاده، مسئول فروشات این گلها هستند. دعوتشان کردیم و میخواییم صحبتی داشته باشیم در رابطه با این گلها. صبح بخیر، خوش آمدین. زنده و سلامت باشین. صبح شما بخیر، صبح تمام هموطنان ما بخیر. سلامت باشین. چقدر استودیوی ما مقبول شد با این گلها. خیر ببینین، خانه تان آباد. نبیزاده، صبحتان بخیر، خوش آمدید. شما هم بخیر. مسئول بخش فروشات است. بله. فروشات خوب است انشالله؟ بله بله خوب. خدا را شکر کن. جناب فروتن صاحب، میخوایم که یک تعریف، مریم جان از گلهای زینتی صحبت کردن، یک تعریف داشته باشیم که به کدام نوع گلها ما گلهای زینتی میتونیم بگوییم. بسیار خوب. یکی دمی برنامه یک موضوع بسیار خوب را انتخاب کردیم، چرا که تماما بینندهای ما اطور فکر میکردن قبلا که گل گیاهی که خود افغانستان ما قبلا داشتیم به نام مرسل و جیریبند و پتونی و شبو، شاید ما مو گلا را داشته باشیم. ولی بحث امروز ما بسیار بحث جالب است که بحث گلای زینتی در افغانستان است. خوشبختانه از تقریبا 10 سال بیشتر از او گلای به داخل افغانستان وارد شده که گلای خارجی است. گلای خارجی با گلای داخلی هر گل کیفیت خاص خود داره. ما دورم گفتم میتونیم گلای افغانستان هم بهترین گلا را ما داریم، اما در فصلش، در بهار ما بهترین گلا داریم، در تابستان بهترین گلا داریم، ولی گلایی که باز ما در خزان استفاده بکنیم یا ای که در زمستان استفاده بکنیم بنان او گلا نداریم. خوشبختانه قریه‌دارای عزیز ما، فارمدارای عزیز ما، دیاکین عزیز ما با پشت و تلاش بسیار زحمت ها تانستن که گلای خارجی هم در افغانستان تربیت بکنن. و این گلایی که امروز شما آوردین تمامش اصالتا از کشورهای دیگه است. بله بله. اتون برتون بکنیم، امی گلی که معلوم میشه شمشاد، این شمشاد طلایی است. اصلا از گل آلند است، تکثیر دومش در ایران بوده ولی بعدا در افغانستان حال تکثیر میشه. خوشبختانه از امی شمشاد، این شمشاد طلایی است و این شمشاد سبز. ما در افغانستان شمشاد طلایی هم داریم، شمشاد سبز هم. خوبی شمشاد ها چیز نظر به گلای خود افغانستان، اینا تقریبا 30 الی 35 درجه منفی مقاومت دارن. بله مقاومت داره سر تیرا. یعنی ما از این گلا میتونیم که در آپارتمان ها استفاده بکنیم، در دورای چمن. ایمل جان اگر باز جوار شما در تصویر دیده باشین بیرون از افغانستان، کوتیکک های مقبول مقبول، چمندک های مقبول مقبول، اونا گلای چهار فصله است. بنان ما اعلی امی امکانات فضل خدا در افغانستان داریم که در هر گوشه و کنار افغانستان اگر ما خواسته باشیم که گلای چهار فصله داشته باشیم، چهار فصل سبز باشه، امی امکانات است. و آقای نبیزاده، باز فروشات و خریداری این گلها چطور است؟ یعنی شما این مجموعی از کشوران میخرین یا امی خرید و فروشش چی رقم است؟ بله بسیار خرید و فروش خوب داره. کسایی که از ما خریداری میکنن گلهای شمشاد زیادتر میباشن، گلای هالندی زیادتر میخرید، فروشات زیادتر. شما خودتان چی رقم خریداری میکنین ما از خارج؟ چون اونجا قریه هست، از قریه می خریم، خریداری می کنیم توسط کشتی ها، موترهای کلان باز برای ما میاد اینجا انتقال. جناب فروتن صاحب، اینجا چند لحظه پیش صحبت داشتیم که چند نوع گل از کشورهای مختلف گفتین که هستن. خوب است که میشه هر گل بگویم که مربوط کدام کشور میشه. و حال گفتین که اینجا مثلا بله تکثیرش از افغانستان است، بله که از اونها کشت بکنه. بله بله کشت کار از افغانستان. اما درختی کونج است، اما گلی که شما می‌بینید به نام مارپیچ اول است. گل است؟ بله گل زینتی است. بله مثل درخت ناجو است. بله مثل درخت ناجو است ولی او از اصلا بله از آلند است، تکثیر ایران است، ولی خوشبختانه آل ما در افغانستانی را داریم و این میتونه که قدش هم از این قد بلندتر شود. بله ما از این داریم در گلخانه میاله تقریبا 2.5-3 متر قد داره. ای به کجا کار میشه؟ در قسمت هایی که کسایی که در داخل تعمیر دمی قسمت های دهلیزا که دمی را رویایی که ما بالا میشیم، یک دانه به دست راست مانده میشه، یک دانه به دست چپ. بله بله. ای بسیار مقبول معلوم میشه و خرد زیر ما میتونیم داخل آپارتمان، داخل دهلیز از این استفاده بکنیم. یک خوبی داره که چهار فصل است. ایمال جان خوبی دیگه ازی است که ای یک بوی بسیار خوبش داره، لافسن خوشبوز. شما باز میشه ای گلام میکنه؟ نه خیر، نه خیر. گلای زینتی اکثرا
فقط برگ است که سبز است. یعنی زیباییش همیشه است ولی گل کمتر داره، ولی زیبایی سبزیش همیشه است. او گل که شما دیدین وازالند است، تکثیر ایران است ولی خوشبختانه در افغانستان. اینی گل؟ این گل هم از آلند است. نامش چیست؟ به نام گل نختل میگن. نه نختل، گل نختل است. او گلی که مریم جان در قسمت پسر است، این به نام سیکاس است. ایمال جان بله، سیکاس خوشبختانه در قسمت های وسط چمنده جایی را که ما چمن جور میکنیم با در قسمت سنگتر یا وسطش این اگر ببانیم باز یک زیبایی خاص خود داره و دیگه ای که بار زمستانی هم تو هست. پس فروتن صاحب ما را هم گلبا خاط ساختی کتی بخش امکان داره، شما امکان داره چون علاقه من به این گلگی هستین حتما دوگام علاقه من دیتان بیشتر میشه. و این گلا باز به آفتاب نیاز داره، به نور آفتاب یا نه؟ بس بسیار خوب، گلایی را که ما اینجا آوردیم اکثرش گلای سایگی است، در داخل دلیزا، در داخل آپارتمان ها از اینا استفاده میشه، ولی 5 روز بعد، 6 روز بعد، 7 روز بعد میشه که اینا رو مگه آفتاب بدیم. خب البته بر ارتباط خود گل نمیگم که خود گل با آفتاب ضرر داشته باشه، اونطور نیست ایمان جان، به خاطر یک نوع امراضی که در داخل سایه، گلایی که در سایه ما داریم امروز به اینا نزدیک میشه، آفتابشون نداره اینا. 5 روز بعد، 6 روز بعد اگر ما اینا رو یک بار با آفتاب بکشیم، عمی امروزی که به اینا خود قریب سازه با انرژی آفتاب اونا از بین میره. ولی اصلا گلایی را که شما میبینید تمام این گلا، این گلا سایگی است. این گلا را ما میشه که در زمستان استفاده بکنیم، در مفلای عروسی خود استفاده کنیم، در مفلای سالگیرها استفاده بکنیم. فروتن صاحب، چند نوع گل است که ما میتونیم در خانه یا در آپارتمانی که زندگی میکنیم اونجا مثلا نگهداری بکنیم؟ بسیار خوب ایمال جان، دو نوع گل است. یک نوع گلای سایگی خود افغانستان است بله، که ما در داخل آپارتمان ها داخل اتاق استفاده کرده میتونیم، ولی سایگی خود افغانستان. یعنی ما را چه وقت تا 6 ماه با کدام گل گل سایگی ما میگیم؟ گلایی که ما داریم به نام گلای یخک است، معمولا به نام یخک است، میخک است. گلای سایگی که ما داریم در سایه استفاده میشه، یک نوع گل به نام بربینه است، بربینه دائمی است، گلای داخل خود افغانستان بله، که ما میشه میتونیم از او استفاده بکنیم ولی به 6 ماه. ولی 6 ماه بعدش که در خزان زمستان داخل میشیم سایگی های ما از بین میره. و یک چیز دیگه که آقای نبی‌زاده هم اینجا هستن که یک کمی روی قیمت های اینا هم صحبت کنیم که کسی میره به جای گل میخره، کسی قیمت نفروشه برشان بله. مثلا قیمت اینی گل چند است؟ قیمت از این گل از 2000 افغانی. و دیگه گلایی که هست قیمت هایش اگر مریم جان اینی شمشاد شما میبینین؟ شمشاد قیمتش باز اینا به اساس چی قیمت گذاری میشن؟ بسیار خوب، شما میبینین که گلدانه از ایمال جان مختلف است بله. گل از اینا در یک نوع گلدان نیست، سایسایش فرق میکنه، بنابراین قیمت های زیان به اساس همی سایسای از اینا است. نظر به جیب خود آدم باید گل بگیره بله. ولی باز یک خوبی گپ چی است، چون گلای زینتی قیمت است مریم جان، ولی نظر ما به وطنای ما می است اگر میخوان یک محفل خود پر رنگ داشته باشن از گلای طبیعی میشه اینا رو به کرایه بگیرن. مثال ما 100 گلدان گل کار داریم، اگر روسی که داریم به یک روز، اگر 100 گلدان گل زینتی رو بخریم شاید 4 لک ما امکانات شده داریم بله، شاید 4 لک 5 لک افغانی شه، ولی ما میتونیم که 100 پتا گل زینتی رسا و مقبوله به مقابل 10000 افغانی 5000 افغانی به کرایه بگیریم، اما یک روز دو روز محفل ما تیر میشه، میشه گل دوباره پس بر گل فروش بدیم. گل فروش چی میکنه؟ مراقبت میکنه تا یک روز، دیزاین میکنه، دیک روشن میکنه، کدام گل با کدام ساحه مانده شه با مو شکل استانداردش دیزاین میشه، بنان پس جمع آوری میشه، برده میشه با قیمت بسیار کم بله. فروتن صاحب، یک تعداد کسا که در خانه گل دارن اونا طریقه آبیاریش ها نمیفهمند که بله. چه قسم مثلا آبیاری بکنن، چند روز بعد میشه در رابطه با آزی هم بگین که ما گلی که در خانه داریم چند روز بعد میتونیم اونا آب بدیم و چقدر آب باشه؟ بسیار خوب، البته در گلای سایگی بس بله. ماست یا گلای زینتی آپارتمانی بله. گلای آپارتمانی خواصش نظر به گلایی که در بیرون است آب کم میگیرن ایمان جان، بخاطر آب کم بله. میگیرن وقتی که ما گل در بیرون میبانیم خب اونجا گرمی آفتاب است، او زیادتر تیز به اصطلاح به بیوی ما واجه میشه، ولی گلایی که داخل آپارتمان ما نگاه میکنیم اینا 3 روز بعد بله. امی گلاس های چایخوری که ما داریم 2 گلاس به 3 روز بله، 2 گلاس به 3 روز، 3 روز بعد امی نمش از بین میره ایمال جان، باز بله. میشه که ما بندازیم. اگر این گلاس ضعیف میشه، باز یک نوع کود ترکیبی استاندارد به خاطر گلای زینتی در افغانستان است، میشه که ما از اون کود ترکیبی بخریم، در قسمت های دوری نیره نرم بکنیم، قبلا در برنامه خودتان گفتین خشاوه کنیم کم کم خشاوه شوه، میشه که از اون کود بندازیم بعدا خوب نگهداری میشه بله. یکی از دوستان سوالی گذاشتن حمید جان، گفتن که ما در خانه گل داریم، گل ما برگاش میریزه، چی کنیم که جلوگیری کنیم از ریختن برگ های گل ما؟ بسیار خوب، این گل دو علت داره مریم جان، یا اینکه گل سایگی نیست، گلی که سایگی نباشه از گلخانه کشیده شده باشه یا از گیرنوس کشیده شده باشه، اگر ما در دلیز رو نگاه بکنیم
اون میشه که یک 3 4 5 6 روز کار بده ولی 5 6 روز بعد ایمل جان به خاطر کار نمیت که چرا محیطن فرق میکنه گل از جای آفتابی است ولی ما به جای سایه آوردیم را بنان گل سایگی به جای آفتابی کار نمیت گل آفتابی به جای سایگی کار نمیت و اگر به کدام مرض مبتلا شده باشه یعنی به مرض دچار شده باشه باز اینا میشه که دو سه برگش بکنن به نزدیکترین ادویه فروشی نباتات مراجعه بکنن برشان مواد ترکیبی برشان داده میشه که دبیخش انداخته میشه دوباره جلوگیری از ریزش برگا میشه بله فروتن صاحب یک چیز دیگه ای که از ما زمانی که گل انتقال میتیم طریقه درستش ما بلد نیستیم که چطور باید انتقال بتیم میشه که این در رابطه با انتقال گل هم صحبت بکنیم که چطور میتونیم انتقال بتیم از یک جا به جای دیگه یا از یک گلدان بگیریم در گلدان دیگه بسیار خوب اگر ما از بازار گل انتقال میتیم انتقال دادن بازار آسان و ساده است بله گل را با گلدان اصلیش در بازار گلایی که به فروش میرسه ایمال جان اکثرش با گلای با گلدانای تجارتی است با گلدانای تجارتی به خاطر شما میبینین تمام گلدانایی که ما آوردیم کلش اینا پلاستیکی است بله ولی گل در گلدان پلاستیکی نگاه کردنش غلط است ما گل با هیچ وقت در گلدان پلاستیکی نگاه نکنیم ما اینه به خاطر در گلدان پلاستیکی نگاه کردیم اگر گلدان ما در موتر میچینیم به خاطر ترانسپورتیشن کل زیر نزدیک میچینیم اگر هر چقدر ایمل جان سر از این فشار بیاد چون پلاستیک از قاط میشه ولی نمیشکنه اگر گلدان گلی باشه با هندک فشار او مشکنه و خراب میشه بله انشالله هفته آینده مریم جان و فروتن صاحب خود تشریف آوردن در رابطه با می انتقال گل میخوایم که از یک گلدان چطور انتقال به تیم یک گل به دیگر گلدان صحبت خود داشتیم بسیار تشکر سوال بسیار کوتاه آیا تبدیل کردن گلدان ها فصل داره یا نه در هر فصل میتونیم این کارو نه خیر با فصل خودش هر گل باید با فصل دقیق خودش یعنی با بهار میتونیم انتقال بدیم یعنی وقتش هست همیال ما صحبت بله، کنیم بله 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 همیال وقتش هست که ما میشه همین گلایی که به سلام ما میخوایم گل تمدید بکنیم از یک گلدان به گلدان دیگره چون همیال وقت دقیق شد تشکر بسیار تشکر شما خب وقفه میگیریم و پس از وقفه در بخش بعدی برنامه هستیم